پاتاق امشب ما خونه شماست. خوش اومدیم به پاتاق ما. همه هموطنا و همه همزبونای عزیزم، هر جای دنیا که هستین و نشستین ما رو دارید تماشا میکنید. سلام به تک تک بینندگان عزیز برنامه خوب پاتاغ. خدا رو شکر، خدا رو شکر، بالاخره بعد از تمام اون صبر کردن و بعد از تمام اتفاقا ما اومدیم که پاتاغ رو بیاریم توی خونه شما، بیاریم بتونیم با هم بشینیم و دور هم گپ بزنیم با کلی برنامه‌های متنوع و کلی اتفاقای جالب. ما میخوایم کلی جاهای تورنتو رو بهتون نشون بدیم، کلی اتفاقا رو براتون بازگو کنیم، همه رو در برنامه خوب پاتاغ اینجا به خونه های تک تک شما عزیزان میاریم. ما کلی بخش های مختلف داریم، از همه جای دنیا براتون خبر میاریم. یکی از بخش های خیلی جالبمون واتساپ تورنتو هست که از تمام اتفاقات تورنتو براتون میاره، خبر میاره و براتون در واقع اتفاقات رو بازگو میکنه. And celebrity news با برنامه قشنگ celebrity news به تک تک خونه های شما همکاران ما میان و کلی شماها رو شاد میکنن. ما یکی از بخش های خیلی مهممون یه بخش بیزینس و مارکتینگ هست که میره و با بیزینسمنای مختلف صحبت میکنه، گاهی وقتا دعوتشو میکنه اینجا، ما میایم و میشینیم باهاتون صحبت میکنیم، میایم و میشینیم براتون از بیزینساشون میگیم، از اتفاقات زندگیشون میگیم و کلی باهاشون گپ میزنیم. پس از جلوی تلویزیونای خودتون تکون نخورید، پیش ما باشید با برنامه‌های متنوع و قشنگ در برنامه خوب پاتاغ. من خیلی جا داره که از آی رادیو تشکر بکنم، استودیوی برنامه خودشون رو در اختیار ما گذاشتن، ما با هم همکاری میکنیم، حالا بیشتر در مورد آی رادیو هم براتون صحبت میکنیم. در مورد تمام برنامه ها همین الان میریم دونه دونه همکاران خودمون رو به شما معرفی میکنید، ببینید چه برنامه های جالبی ما برای شما در نظر داریم. هر برنامه پاتاغ یه موضوع خاص داره، ما توی هر برنامه حول اون موضوع صحبت میکنیم و تمام اتفاقات هم حول اون موضوع میگرده. اما در مورد برنامه اول، در برنامه اول ما تمام همکارانمون رو پیش خودمون داریم و شما هم میبینید که چه برنامه‌های جذابی واسه شما داریم. ضمناً ممنونیم از مبلمان پارادایز که این دیزاین خیلی زیبا رو در اختیار ما گذاشتن که ما بتونیم بشینیم اینجا و با مهمونامون گپ بزنیم. آقا سعید یکی از بهتر بگم مهمان نواز، چون وقتی که ما وارد مغازه ایشون شدیم خیلی گرم و صمیمانه از ما استقبال کردن و این مبلای زیبا رو در اختیار برنامه خوب پاتاغ گذاشتن. با ما همراه باشید. برنامه رو دونه به دونه براتون معرفی بکنیم. الان یکی از همکارای خوب ما الهام جان با ما هستن که حالا من ترجیح میدم خیلی صحبت نکنم، خودش برای ما بیشتر توضیح بده که میخواد چه کارهایی بکنه و چه چیزایی برای ما بیاره. چه خبر احوال الهام جان؟ منم سلام عرض میکنم به همه بینندگانی که دارن ما رو میبینن. الهام جون که اومدی، الهام جان قسمت سلبریتی نیوز رو با
برای ما اجرا میکنن و دوست داریم بدونیم که امروز برای ما چی آوردی، برای بینندگان عزیز ما چی آوردی امروز شما؟ همونطور که میدونی سلبریتی نیوز در مورد اخبار هنرمندا، موزیکای جدید و ناب و حاشیه هنرمندان هست. اوه حاشیه، حاشیه همیشه خیلی خوبه ها. ما همیشه دوست داریم در مورد حاشیه سوال چه حاشیه هایی رو اصولا در نظر بگیریم. اینکه چیکار میکنن، چه جوری موزیک ویدیو درست میشه و اینکه چه چیزهای خیلی جدید به بازار میاد. الهام جان دوست داریم بگیم که خودت هم دوست داری، چقدر علاقه‌مندی؟ خب خیلی خودم علاقه مندم که این اخبار رو میخوام برای بینندگان بگم و اینکه خیلی جذاب و جالبه که تو بدونی که اون لاها دارن هنرمنده چی کار میکنن. حالا چی کار میکنن اصلا؟ نه یه ذره آخه من این قضیه برام خیلی جالبه. اونو تو برنامه میبینید. آها یعنی سورپرایز نگه داشته برام اونو. ما هم داره سورپرایز میکنه حالا مثلا اول برنامه. و اما شما عزیزایی که در ایران یا هر جای دنیا هستید میتونید آهنگ ها و موزیک ویدیوهای خودتون رو به آدرسی که ملاحظه میکنید بفرستید تا ما توی برنامه‌مون پخش کنیم. آخ که دلم آب شد، از کجا پیدا شد، بیا با اون طعم لبت منو سیراب کن. آخ که دلم آب. حالا من تا جا که میدونم بالاخره قرار هست که خبرها خیلی آپدیت باشه. بله. و دوست داریم توضیحی بدی که اصلا چجوری خبرها رو تهیه میکنی، از کجا میاری اون خبرها رو، چجوری میخوای؟ اینکه از کجا میاریم و از کجا به دست ما میرسه به ما نه. چی ببین کلاغای خبر میاریم. موزیکای شاد دوست داری یا موزیکایی که خیلی آهسته هستش؟ من خودم بیشتر شعر آهنگ ها برام خیلی مهمه و اینکه چه انرژی ازشون میگیرم، این برای من جذاب تره. ولی من طبق سلیقه بیننده ها میرم جلو و همه نوع موزیکی توی برنامه ما هست. چقدر عالی. این نکته انحرافی داشته. ما اینجا همه تلاشمون رو میکنیم سلیقه‌ای که شما دوست دارید رو براتون به خونه هاتون بیاریم. ما همیشه دوست داریم که چیزی که شما دوست دارید، چیزی که شما دوست دارید رو براتون پخش بکنیم. اگر که دوست دارید، من میدونم که میتونن بهت هم نظر بدن، یعنی بله، میتونن بهت بگن بله. که چی باشه. اگر که دوست دارید چیزی که شما دوست دارید پخش بشه و الهام بیشتر در موردش صحبت بکنه، خودتون میتونید باهاش در تماس بشید با برنامه و حالا خودت بیشتر توضیح بده که با چی در رابطه. بله میتونن همه هنرمندایی که حالا داخل ایران یا خارج از ایران هستن موزیک ویدیوهاشون و یا آهنگهاشون رو برای ما بفرستن و ما توی برنامه‌مون پخش کنیم. خیلی هم خوب. بله و ما خیلی خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم. ممنون. امیدوارم که همینجوری این اخبار و حاشیه ها رو حسابی بری از همون جاهایی که کلاغا برات خبر میارن برای ما بیاری پخش بکنیم. به ما هم نگو، ما هم دوست داریم خودمون تو برنامه ببینیم چجوری سورپرایز بشیم با اون اخبار جدیدی که داری. خیلی خوشحال شدیم که اومدی صحبت کردیم. اگر حرف آخری داری بگو که ما بریم سراغ بقیه بچه ها. منتظر باشین، سلبریتی نیوز داره میاد. پاتاغ امشب ما خونه شماست. خوش اومدیم به پاتاغ ما. خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با یکی از همکاران خوب و عزیز خودمون علی جان. علی جان خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. خیلی خوش اومدی علی جان. ما میدونیم که شما قراره که توی بخش بیزینس و مارکتینگ با ما همکاری داشته باشی. من واقعیتش اصلا نمیدونم که قراره چی کار بکنی، برای ما توضیح بده، برای من و همه کسایی که قراره شما رو ببینن توضیح بده لطفاً که تو چه زمینه‌ای می‌خوای با ما همکاری بکنی. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. برنامه ما، هدف ما در این برنامه اینه که بیزینس‌های مختلف تورنتو رو بهشون سر بزنیم و باشون مصاحبه داشته باشیم، براشون برنامه بسازیم، دعوتشون کنیم بیان تو این برنامه و از کسب و کارشون، از بیزینسشون بیشتر آشنا بشیم و بدونیم و صحبت کنیم و اونا تا جایی که بتونیم کمک کنیم و پروموت کنیم که
بیشتر شناخته بشن و مردم بیشتر بشناسنش. خیلی هم عالی. پس در اصل تمام بیزینس منهای شهر تورنتو یا از هر کجای دنیا هستن در اصل با شما در تماس باشن. دیگه ما تمام تلاشمون اینه که بتونیم این کار انجام بدیم و بیشتر با بیزینس هایی که مخصوصا تو خود تورنتو و حالا سراسر کانادا چون حضوری میخوایم باشون در تماس باشیم و دعوتشون کنیم تو برنامه و در خدمتشون باشیم. بیشتر سعیمونه که از هر جای دنیا مگه شد اشکال نداره بهتر، ولی خب حتما همینطوری هستش. و از طریق برنامه خوب پاتوق و از طریق کمک شما به بینندگان عزیز ما حتما بیزینس ها خیلی عالی دیده خواهد شد و اونجوری که خود بیزینسمن ها دوست دارن من فکر میکنم خیلی کمکشون میشه که از طرف برنامه ما دیده بشن. حالا خودت برنامه رو چجوری میبینی؟ برنامه کاری خودت رو یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بده. حالا یه سری ساخت تیزرهای تبلیغاتی هستش که ما به صورت کاملا حرفه‌ای انجام میدیم برای بیزینس ها که میتونیم اونا رو تبلیغ کنیم تو سوشال میدیا و تو تلویزیون های مختلف، تو کانال های اینستاگرامی، تلگرامی و شبکه‌هایی که خودمون داریم، شبکه های سوشال میدیایی که متعلق به خودمون هست. و همچنین توی همین برنامه میتونیم دعوتشون کنیم بیان دوستانو و بشینیم گپ و گفتی داشته باشیم راجع به اینکه بیزینسشون از کجا شروع شد، ایدهش چطور پیشرفت کرد، چطور بزرگ شد تو این شرایطی که الان از زمانی که کرونا اومده خب خیلی سخت شده واقعا کار کردن، خیلی از بیزینس ها تعطیل شدن، خیلی ها افت کردن. میخوایم سعی کنیم که اگه بشه اینا رو دوباره پروموت کنیم، دوباره نشونشون بدیم و ببینیم چه کاری میشه کرد دیگه. به هر خب من یه چیزی بگم، حالا ربطی به بحث نداره، من اصولا خودم همیشه وقتی میخوام صحبت بکنم صدامو میذاره کلوف میکنم صحبت میکنم، علی وقتی صحبت میکنم و احساس میکنم دارم میرم مثلا میرم تو زمین. عجب صدایی داری. شاید میخونید، احتمال داره. تو حموم چرا بند؟ حالا پس تو یه برنامه حتما از علی جان میخوایم که برامون بخونه. آره تو حموم البته نه. آره اینجا به صورت زنده. آره نه من خواهش میکنم، من اصلا روم نمیشه واقعا، هیچ وقت توی جمعی تا حالا روم نشده که مثلا بخونم. ولی امروز توی یه گروهی داریم ما با دوستانمون تو شهر مشهد و ما اصالتا مال علات شهادم، بعد توی گروهی هستیم که بچه‌ها یه چالشی گذاشته بودن که هر کسی یه قطعه آواز بخونه و من اونجا خوندم و خیلی مورد تشویق آره دوستا قرار گرفتم و هیچ وقت ولی تا حالا روم نشده. ولی اونم تو ماشین بود به خاطر اینکه تو ماشین داشتم. آره کسی دور برام نبود. دور نه دور هم کسی باشه من خجالت می‌کشم. اگه ما روم رو کنیم اون برچی جان؟ اگه ما روم رو کنیم اون برچی؟ باشه ندیگه حضور دارید. آره. ولی ما این قول رو به بینندگانمون میدیم که خانم ما برنامه تبلیغاتی ادورتایزینگ و بیزینس هستش. آواز میخوام بگم که برنامه خیلی جدیه ولی نه مطمئن. آره اینا هم من برنامه مسابقه به دنبال کشف صدا نیستش آخه که من بیام بخونم شما رأی بدید چه صدای مخملی جنس صدا تو دوست دارم. اینکه ایشون شوخی میکنن ولی بینندگان عزیز ما میدونن که برنامه ما خیلی شاد هستش، حتی قسمت بیزینسش، یعنی تمام بیزینسمنایی که در برنامه ما حضور پیدا میکنن خیلی به شادی و خیلی قشنگ برنامه اجرا میشه که بینندگان عزیز ما قشنگ ازش استفاده کنن و فیض ببرن. 100% همینطوره و به هر حال ما هر کاری که لازم باشه انجام میدیم که برنامه جذابی واسه مخاطبین و بینندگان عزیز باشه. 100% همینطور هستش. خیلی زود و خیلی زودتر از اینا تمام بیزینسمن های عزیز خصوصا در شهر تورنتو تک تکتون در برنامه ما حضور خواهید پیدا کرد. فقط بیزینسمن ها خواهم؟ بیزینس نه. بومن ها چطور؟ حتما بیزینس بومن ها هم هستن، فرق نمی کنه، شامل حال دقیقا شامل حال همه هستش و تک تکشون حتما به زودی در برنامه خوب پاتوق شرکت میکنن. شما مطمئن باشید به زودی همشون رو داریم در برنامه. خانم های خیلی زیادی رو میشناسم در تورنتو که بسیار موفق هم تو کارشون بیزینسشون از جمله خود شما. مرسی خیلی ممنون که به هر حال اومدید، شما پیش ما بودید امروز. اگه باز چیزی و نکته‌ای هستش دوست دارید به بینندگان عزیز ما بگید، خوشحال میشیم بشنویم و خوشحال میشن بینندگان عزیز ما بشنون. خواهش میکنم. چیزی که من به ذهنم میرسه فقط اینه که دوستان عزیزی که ما تا الان باهاشون کار کردیم به هر دلیلی به ما اعتماد کردن، از این اعتماد پشیمون نشدن و نتیجه کار ما رو دیدن و گرفتن. 100%. از چه از طریق برنامه‌هایی که تو تلویزیون براشون ساختیم، چه تیزرهای تبلیغاتی براشون ساختیم، به کمک دوست عزیزم آقای شهریار که استاد هستن در این زمینه واقعا و به نظر من
نامبر وان این کار در تورنتو هستن ایشون. واقعا بله. من خیلی کارهای زیادی رو که از ایشون دیدم و واقعا به هر کسی که دیدم و نشون دادم پسندیدم. 100 درصد. و تا حالا نبوده کسی بیاد حتی کوچکترین ایرادی از این به هر حال کاری که دستمون برمیاد. خیلی هم عالی. کاری که دستمون برمیاد و ان شاءالله که دیگه بتونیم این کارو به خوبی در کنار هم دیگه پیش ببریم. خیلی هم عالی. خیلی هم ممنون از شما که در برنامه میتونم. ما یعنی در برنامه خودتون پیش ما اومدید. بریم ادامه برنامه رو داشته باشیم با بینندگان عزیز خودمون. مرسی از شما. آیا تا به حال به رشد و توسعه کسب و کار بیزینس خود اندیشیده اید؟ شما بهترین راهکار رو برای توسعه و معرفی بیزینس خود چه پیشنهاد می‌کنید؟ ما با سالها تجربه در زمینه ساخت و پخش آگهی‌ها و برنامه‌سازی‌های رادیویی و تلویزیونی همچنین برند ساختن بیزینس شما در کنار شما خواهیم بود تا به بهترین نحو بیزینس شما رو به مخاطبینتون معرفی کنیم. با واحد بازرگانی اسکای تلویزیون در تماس باشید تا موفقیت بیشتر رو در بیزینستون تجربه کنید. ما میدونیم که تورنتو یکی از شهرهای خیلی بزرگ دنیاست. کلی اتفاقا، کلی خبر و کلی جاهای دیدنی داره. بعد هر روزم هی داره بهشون اضافه میشه. و خیلی چیزا من خودم میدونم در مورد تورنتو، خیلی چیزا هم من نمیدونم. ما آیدا رو در کنار خودمون داریم به همراه علیرضا که گفته تو ترافیک موندم نرسیدم، شاید هم حالا برسه هر لحظه، و آیدا و علیرضا قراره بیشتر برای ما از تورنتو خبر بیارن. من دوست دارم که خود آیدا خودشو معرفی بکنه و یه توضیحی بده ببینیم که میخواد برامون چیکار بکنه. سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه‌مون. خیلی خوشحالم که من رو به برنامه پاتوق دعوت کردین و چقدر خوب که توی این برنامه میتونیم تورنتو رو نه فقط به مردمی که اینجا زندگی میکنن بلکه مردمی که توی ایران هستن بیشتر بشناسونیم. حالا فستیوال، ایونت، رستوران های خیلی خوب تورنتو، حالا برنامه های تابستونی، برنامه های زمستونی و تمام اتفاقایی که توی تورنتو میفته رو من و همکارم علیرضا جان توی برنامه واتساپ تورنتو برای میگم هم مردمی که توی تورنتو هستن، در واقع در مردم همه جای دنیا در اختیارشون قرار میدیم. مرسی آیدا جون که به برنامه خودت اومدی. ما هم خوشحالیم که تو برنامه خودت کنار ما هستی و بینندگان عزیز ما آیدا جون به همراه علی هر دوتاشون واتساپ تورنتو رو به شما نشون میدن و یه برنامه فوق‌العاده جذاب هستش. مطمئن باشید از این برنامه آیدا جون و علی جون لذت میبرید شما. مرسی آیدا جان، یه مقدار بیشتر توضیح بده، از خودت برامون بگو. من خودم 3 ساله که تورنتو زندگی میکنم. سال اولی که اینجا بودم با یه برنامه کار میکردم که اون هم تقریبا جاهای مختلف تورنتو رو نشون میدادیم. خب خیلی برای خودم هم جذاب بود، تونستم تقریبا همه جای تورنتو رو ببینم، بگردم جاهای دیدنیشو، و الان خیلی خوشحالم که قراره توی این برنامه این کار رو انجام بدم، با شما همکاری کنم. و اینکه برنامه فوق‌العاده جذابیه هم برای خودمون هم برای بیننده‌های عزیز. من راستش از همین الان داره حسودی میشه، چون میدونم که خیلی جاهای قشنگی رو قراره ببینید. من همین جوری هی تو ذهنم خیلی جاها هست، یه لیستی دارم، حالا اینجا یه بهش میگن باکت لیست. من این باکت لیستی دارم در مورد جاهای دیدنی که قراره برم، و تورنتو هم خیلی جاهای زیادی داره، طبیعت و این چیزای دیگه فوق‌العاده است. حالا برنامه‌هاتون رو حالا گفتی که سابقه هم دارید. بله، توی زمینه توی سابقه که حالا چیزایی که داشتی از جاهایی که رفتی جذاب‌ترین جایی که تا حالا دیدی کجا بوده؟ راستش جذاب‌ترین برنامه‌ای که داشتیم یه برنامه بود که توی زمستون اونو پر کردیم، چرا که مردم فکر میکنن اینجا چون خیلی زمستونای سردی داره، خب مردم هیچ تفریحی ندارن، همش باید توی خونه بمونن، ویکندا رو توی خونه بگذرونن، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. یادم میاد که توی زمستون و منم برای اولین بار بود که به بلو ماونتن میرفتم و بسیار جای دیدنی و جذابیه.
مخصوصا برای زمستون. حالا درسته که خیلی سرده، هوا حتی ممکنه تا منفی 40 درجه باشه، ولی خب استخرهای آب گرم و چیزای اینجوری که داره خیلی 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 اونجا رو جذاب میکنه. خیلی هم جالبه. پس با اینطور این حسابی که ما در نظر داریم، یه برنامه خیلی جذاب شاد، خصوصا با زمستونهای طولانی شهر تورنتو. یعنی در اصل ما 10 ماه زمستون هستش، ولی به قول آیدا جون همینطوره. اینجا برعکس این که ما فکر میکنیم خیلی سرده و همه داخل خونه میشینن، نه، خیلی مردم گرمی داره و دائم تفریح میکنن، خیلی فان دارن. حالا اگه چیز زیادتری میدونی در مورد حالا برنامه ها، یه مقدار برای بینندگان عزیز ما بیشتر بگی، باز کنی مثلا ما رو براشون. یک چیز حالا جذاب برنامه ما اینه که خب دیگه حالا هر کسی که توی تورنتو زندگی میکنه اینو خوب میدونه که مردم اینجا خیلی بیزی هستن، یعنی کل هفته رو کار میکنن و شنبه یک شنبه که میرسه حالا خسته هستن و هی میگن کجا بریم، چی کار کنیم و شاید هیچ ایده‌ای توی ذهنشون نداشته باشه. این برنامه خیلی کمک میکنه که به بیننده ها ایده بده که آخر هفتهتون رو چجوری بگذرونید، کجا برید، چه رستوران هایی حالا تازه مثلا افتتاح شده، چه رستوران هایی خیلی رنکینگ بالایی داره. و خب این به نظر من خیلی میتونه کمک کننده باشه، علاوه بر اینکه جذاب هست خیلی هم کمک کننده میتونه باشه واسه بیننده‌های عزیز. حتی شاید کسایی که تا حالا تورنتو رو از نزدیک ندیدن، درسته، دقیقاً بدونن که اصلا حالا این شهری که حالا تورنتو، خب یه جوری من حالا آماری که دارم هم نمیدونم چقدر دقیق باشه، ولی تا جایی که میدونم تورنتو یکی از بزرگترین کامیونیتی ایرانی در خارج از کشور رو داره. کسایی که توی اینجا هستن خیلی حالا تفریح‌های مختلف دارن، اصولا آدمای خیلی موفقی هم هستن و آدمایی که از ایران دوست دارن بیان همشون خیلی دوست دارن. اصلا این شهری که این همه معروف شده، این همه اسمش همه جا هست، چجوریه؟ خب خیلی عالیه که میبینن که شما بهشون نشون میدی که چه جاهای جالبی داره و چه جاهایی میتونن برن. بله، حالا یادم میاد که توی برنامه قبلی که داشتم و ضبط کردیم، یه برنامه‌مون این بود که کامیونیتی ایرانی رو رفتیم نشون دادیم و خیلی 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 برای مردم ایران جذاب بود. چرا که مثلا مردم فکر، مثلا مامان خود من فکر میکرد که خیلی چیزا رو من اینجا ندارم. هر سری زنگ میزد میخوای برات فلان سبزی خشک فلان رو بفرستم، تا اینکه رفتم باش ویدیو کال کردم گفتم مامان جان اینجا چیزایی که هست شما تو ایران پیدا نمیکنی، چیزایی که ما اینجا داریم مطمئن باشید تو ایران نیست. پس در اصل بینندگان عزیز ما که برنامه ما رو از ایران دارید نگاه میکنید، ما اینجا همه چی داریم، درسته؟ بله. آره واقعا، چون سوپرمارکت های ایرانی اینجا خیلی زیاده، ما به همه چی دسترسی داریم در اصل. آره درسته. اتفاقا به کمک این برنامه خیلی چیزایی رو که شما اطلاع ندارید اینجا به ما چی میگذره، برنامه قشنگ آیدا جون و علی جون، متوجه میشید که ما اینجا به چه صورتی داریم زندگی میکنیم. حالا اگه چیز دیگه ای میخوای آیدا جون بگی در آخر برنامه اضافه بکنی، دوست داری بگو عزیزم به بینندگان ما؟ ترجیح میدم که دیگه نشون بدیم برنامه رو و چیزهای دیدنی رو بهشون نشون بدیم. من یه نکته کوچولو بگم که ما اینجا تو تورنتو میدون محسنی داریم. بله. اصلا این میدون محسنی ما یه جوریه که حالا اینقدر اطرافش ایرانی ها هستن و اینقدر حالا رستوران ها و حالا مغازه های برای دورش هستن که خب دیگه اصلا معلوم شده میدون محسن، حتی توش دور هم انگار میکنن. آره یه میدون خیلی کوچولویه، ولی خب آره دیگه. البته یه چیزی بگم، مثل اون میدون محسنیه توی تهران خودمون نیستش، ولی یه چیز جالبتر بهداشت ما خیلی میدون محسنی رو دوست داره. من فکر میکنم هر شب اونجایی. نه بابا مطمئنی؟ من اصلا خونم دور هست بهش که خدا رو شکر که خونهشون دوره، به خاطر اینکه ما هر دفعه میبینیمش از این میدون محسنی یاد میکنه. میدون محسنی واقعا اسمیه که اصلا هیچ کس اسم اصلیشو نمیدونه. منم با راستشو بخواین الان گفتین من اسمشو نمیدونم. آره همه جای. فقط اسم میدون، حتی فکر کنم خود کانادایی هم بهش میگن میدون. خب برای خیلی هم خوشحال شدیم آیدا جون که توی برنامه خودت شرکت کردی و مرسی که اومدی. مرسی از شما. مرسی از شما، تشکر میکنم. مرسی از بینندگان عزیزم.
خب ما امروز دیدیم هوا خیلی خوبه، اومدیم بیرون یه ذره تو خیابون براتون گزارش تهیه بکنیم، ببینیم اصلا تو شهرمون چه خبره و چه می‌گذره. اومدیم به قلب خیابون یانگ، یکی از بلندترین خیابون‌های دنیا. این خیابون از دانتان تورنتو شروع میشه و تا قطب شمال هم میره، حدوداً 7000 کیلومتر هم طولش است. و توی این قسمت خیابون یانگ تمام مغازه‌های ایرانی، سوپرمارکت‌های ایرانی، جواهرفروشی‌ها توی پلازا ایرانی یک جا جمع هستن. این پلازا ایرانیان بزرگترین در واقع مجمع بیزینس های ایرانی رو تشکیل میده که همه چی رو شما میتونید ازش تهیه بکنید. تمام ایرانی های عزیز میدونن وقتی وارد کانادا تورنتو میشن میان این قسمت که ایرانی های دیگر هم ببینن و خرید کنن. اولین جایی که هر کسی که وارد تورنتو میشه سر میزنه پلازا ایرانی ها هست، به خاطر اینکه واقعا اصلا احساس غربت توش نمی کنید، انقدر که تابلوهای مغازه ها فارسی نوشته شده. دقیقاً بریم یه سر بزنیم به مغازه های ایرانی عزیز خودمون ببینیم چه خبره. آره بابا باش بفرمایید. می‌خوایم که براتون یه گزارش تهیه بکنیم و به خاطر شرایط در واقع کووید 19 مجبور شدیم که ماسک بزنیم. اینجا قانون هست که توی فضاهای بسته همه باید ماسک داشته باشن و ما هم ماسک داریم، قانون رو رعایت کردیم. البته خودش مجبورمون نکردن، یعنی خودمون رعایت کردیم، ماسک داریم. وسط سوپرمارکتی هستیم، همینجوری که می‌بینید تمام محصولات ایرانی اینجا هست و ما انگار نه انگار که توی شهر تورنتو هستیم، انگار کاملا داخل ایران هستیم و هر چی که شما فکرشو بکنید داخل سوپرمارکتی ایران پیدا میشه، یعنی ایرانی پیدا میشه. و خب ما اینجا توی این سوپرمارکت همه یه وسایل از نون گرفته، گوشت، پروتئین جات، شیرینی، پنیر، سوسیس و کالباسای ایرانی، ماست، لبنیات، هر چیزی که بخوایم حلالش، ایرانیش وجود داره، عرقی جات، بله، گلاب و چایی، هر چیزی شما بخواید به صورت اوریجینال و ایرانیش وجود داره اینجا. دقیقاً، یعنی اصلا ما حس نمی‌کنیم که خارج از ایران زندگی می‌کنیم، همه چی در دسترس ایرانی‌های عزیز هستش اینجا. بله، همونطوری که می‌بینیم سمت چپ اون چایی‌ها رو می‌بینیم که الان هستن، همه جور برندهای مختلف هستن. چای ایرانی و ما می‌تونیم حتی ماکارونی و وسایل اینچنینی رو هم تهیه بکنیم. خوشبار می‌بینیم هست. خب تا اینجا تا این قسمت هیچ کس نیستش، من یه لحظه ماسک رو میارم پایین بهتون بگم که اینجا هر چی که فکر میکنید، لفه‌های ایرانی، ماکارونی، هر چی با تستای ایرانی، ما وسط شهر تورنتو تمام تستا رو داریم. و خب حسابی میتونید شما همه نیازاتون رو برآورده بکنید. اصلا نیازی نیست که از ایران با خودتون چیزی بیارید، نیازی نیست که وسایلی که میخواید بخرید رو از ایران با خودتون بیارید، چون اینجا همش وجود داره. اصلا شما لازم ندارید با خودتون چمدان سنگینی پر از حبوبات، برنج، این چیزا با خودتون بیارید، چون اینجا میتونید بیاد راحت همه رو خرید بکنید. دقیقاً همینطوری هست، چون واقعا کسایی که یه وقت اولین بارشون هستش میان کلی وسیله با خودشون میارن و کلی هم جریمه باید پرداخت بکنن. پس اینجا همه چی هست، نیازی نیست که بار سنگینی با خودتون بیارید. الان یه ذره میریم اونجا، میرسیم به نونوایی و نونای تازه که داره تولید میشه رو میبینیم. این طرف هم لبنیات و پنیر و این چیزا هستن که ازشون گزارش تهیه میکنیم. ما در اصل میخواستیم بهتون بگیم که شما ایرانیای عزیز که وارد شهر تورنتو میشید، احساس غربت توی شهر تورنتو، مرکز قلب خیابون یانگ، اصلا احساس دلتنگی نمیکنید، به خاطر اینکه هم ایرانیای عزیزمون رو میبینید، هم وسایل و خوراکی ایرانی رو قشنگ میبینید و خریداری میکنید. اصلا انگار رفتیم توی سوپرمارکتی وسط تهران هست. از همه مهمتر دل و جیگر که هر جای دنیا پیدا نمیشه. تو آره قلب تورنتو ما دل و جیگر هم داریم. حتی کله پاچه هم من میدونم دارن اینجا. ولی اونوره. آره کله پاچه شون هم اونوره. الان میریم ازش گزارش داریم. سوری. و اینکه اون طرف هم غذاهای خورشتیشون هست. خوراکجات هست. آخ 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 چه لوبیا پلو، چه تهدیگایی هم. من اینجا اصولا هر وقت میام خرید میکنم کلی تهدیگ بهشون میگم برام میذارن. ساعت نهار بهتاش گرسنش شده، معلومه هر چی رو میبینه هوس میکنه. خب ما دوست داشتیم که یه گزارش رو ازتون تهیه بکنیم، ببینید که توی این شهر ما، توی مغازه های ایرانی توی تورنتو چه میگذره. از این مدل مغازه ها ده ها مدل مختلفش هم وجود داره توی مناطق مختلف، یعنی لازم هم نیست اصلا شما مسافت طولانی براش طی بکنید تا بهشون برسید.
دقیقا همینطوری هست. مرسی که بیننده برنامه ما بودید. در خدمت یکی دیگه از همکاران عزیزمون در برنامه خوب پاتوخ هستیم. نینا جان به برنامه خودت خوش آمدی. میشه خودتو معرفی کنی؟ من نینام. از سال 2017 اومدم کانادا و خیلی خوشحالم که منو دعوت کردین توی برنامه. الان هر کسی که برنامه نگاه بکنه فکر میکنه بخش نینا مثلا آشپزیه، خیاطیه، چیه؟ ولی خیلی متفاوته، خیلی هیجان انگیزه و مطمئنم که کلی طرفدار براش پیدا میشه. یه توضیح بده، میخوای در مورد چی صحبت کنی؟ من اینجام که در مورد در واقع تکنولوژی روز در خصوص ماشین هایی که الان وجود داره توی همه جای دنیا و مخصوصا آمریکای شمالی و کانادا باهاتون صحبت بکنم. خیلی عالی. چرا ماشین هستن؟ خب خیلی سوال جالبیه، شاید یه جورایی به رشته‌ای هم که درس خوندم ربط داشته باشه. من مکانیک سیالات خوندم و از سال 2017 که اینجام به صورت حالا اتفاقی وارد در واقع این بیزینس شدم و خب دوستش داشتم، در نتیجه یه مقدار اطلاعات در این باره جمع کردم و دوست دارم که شریک بشم اطلاعاتم رو با شما توی این برنامه. من ببخشید، من خودم از بیتا من از نینا یه ماشین هم خریدم و میدونم که کارش خوب بلده، توضیحات خیلی مفصلی در مورد همه ماشینا بلده و با وجودی که من خودم خیلی اطلاعاتم خوبه ولی همیشه سعی میکنم که از نینا هم کمک بگیرم. نه درست، انقدر کارش خوب بلد بوده که تونسته یه ماشین بهداشت بفروشه. آره خیلی اتفاقی. خب چه برنامه‌ریزی برای خودت داری؟ حالا بیشتر تو چه در واقع روندی میخوای کار بکنی؟ تو چه حوزه‌ای؟ فعلا که در واقع با بیزینسی که شروع کردم خوشحالم، دوست دارم که حالا یه مقدار کارم رو گسترش بدم، اطلاعاتم رو بیشتر بکنم. دنیای خیلی بزرگیه در واقع دنیای اتومبیل، هنوز خیلی مونده که یاد بگیرم، ولی حالا میریم با هم در واقع ماشین‌های مختلف رو می‌بینیم، اطلاعاتش رو با هم راجبش صحبت می‌کنیم، چیزای هیجان انگیزی که هر ماشین داره رو سعی می‌کنیم راجبش صحبت بکنیم. بیشتر از این که در واقع حالا بحث برند یا هر چیز خاصی باشه، سعی می‌کنیم هیجان رو راجب در واقع اتومبیل اینجا به بیننده‌هاتون نشون بدیم، ببینیم که در واقع چه چیزایی روی هر برندی توی هر ماشینی جذاب هست برای دوستان. اتفاقاً چقدر بیننده‌های عزیز ما هم از قشر جوان، مسن، خانوم، آقا، من مطمئن هستم که این قسمت رو خیلی دوست خواهند داشت. آره من از الان حسودیم شد واسه برنامه‌ای که قراره نینا انجام بده، به خاطر اینکه قراره کل ماشینای می‌خواستم بگم خفن، بگم خفن دیگه، کل ماشینای خفن می‌خواد باهاشون رانندگی بکنه و تست درایو بکنه و توضیحات در موردشون بده. ما بخش‌های خیلی مفصل‌تر نینا رو توی قسمت‌های مختلف بعدی خواهیم دید. الان می‌ریم که با همکار بعدیمون بیایم. با ما باش، با ما باشید. یه مهمون داریم، یه سورپرایز بزرگ. اصلا مهمون که نیست، خودش صابخونه است. من میدونی من میخوام پول بگیرم مهمون رو نشون بدم. چرا ما همیشه آخه اینجوری کار بکنیم؟ ای بابا مهمون میاریم تو برنامه‌مون، قراره که بشینه صحبت بکنیم باهاش، بعد اون وقت هیچی. من اینجوری نمیشه اصلا. بذار فرصت رو بدیم به خود مهمان برنامه‌مون خودش رو معرفی کنه. من تا حق و سکوت نگیرم حق و سکوت چرا من تا پول نگیرم مهمون رو نشون بابا نمیدن. چقدر پولکی شدی؟ همینه که هست. نه بس اجازه بدید که خودشون، البته دیگه مهمان نیستن، برنامه متعلق به خودشون هستش، قراره از این به بعد با ما همکاری بکنن. میریم ببینیم این مهمان عزیزمون چه کسی هستش. سلام مهران جان، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. آقای مهران سفاریان عزیز، خیلی خوش اومدید. مرسی، خیلی ممنون. منم سلام میکنم به شما بیجا خانم، بدادم به شما سلام میکنم، امیدوارم که خوب باشید. به همه بینندگان عزیز برنامه خوبتون سلام میکنم و خوشحالم که یه بار دیگه در تورنتو پای دوربینای تلویزیونی هستم. خب مدتی که در تورنتو هستم و این فرصت خوبی بود که خب با شهریار جان که از قدیم آشنا بودم و تو برنامه‌اش بودم و حالا هم این برنامه جدید دیگه فرصتی شد که باز با هم باشیم و در خدمت شما باشم. آقا درس پس بدیم خدمتتون. خواهش می‌کنم، قربون شما، لطف دارید. خیلی خوش اومدین و شما یه مدتی که خیلی کم پیدا هستین.
خب این کرونا دیگه همه رو بالاخره خونه‌نشین کرده و این متأسفانه بیماری هولناکی که اومد در دنیا و همه کارها، همه بیزنس‌ها، همه فعالیت‌های مقداری به قول معروف کنسل شد یا کم فعالیت‌تر شد. ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم و به حال اومدم در تورنتو که فعلا خب چون فرصت این که برگردم به امریکا نشد و میدونی که الان هم مرزها متأسفانه بسته است به خاطر همین مسئله مرزی و تورنتو موندم، ولی این باعث خوشحالی که در تورنتو موندم باعث شد که بیام و دعوت شهریار جان رو که این برنامه رو که داره آماده میکنه ازش ممنونم که من دعوت کرد که بیام به این برنامه و با شما باشم و این فرصت بسیار خوبیه برای همه تورنتویا که با این برنامه خوب یه بار دیگه تمام فعالیت های تورنتو رو از طریق شما، از طریق برنامه خوب شما، از طریق برنامه که دارید به همه دنیا باز نشون بدیم و بیزنسمن ها فعالیت های کاری و فعالیت های دیگه تورنتو رو از طریق این برنامه باز به همه تون نشون بدیم. ما هم خیلی خوشحال هستیم که مهران جان رو در برنامه خودمون نزدیم بعد داریم و همکاری نزدیک با شما داریم. ممنون. به هر حال دوست داریم به بینندگان عزیز ما بگید که توی این مدت تو تورنتو چیکار می‌کردید، به شما چه گذشته و اینکه از آمریکا دور شدید چیکار کردید؟ تورنتو که خب همیشه این فعالیت هایی که فعلا بیمار باطل شده و کنسل شده ما رو مجبور کرد به ورزش بیشتر رو بیاریم و همین کارهای ورزشی بیشتر بکنیم و فعالیت های دیگه متاسفانه به اون شکل نبود، ولی خب کم و بیش باز به قول معروف ارتباطم رو با ITN امریکا آقای شهرپیز داشتم و برنامه‌ای رو از اینجا رله می‌کردیم، ولی الان خوشحالم که از طریق این برنامه خوب تلویزیونی که با همکاری شما داره آماده میشه و با همکاری تمام اسپانسرهای خوب و بیزنسمن‌های خوب تورنتو داره آماده میشه، یک بُعد دیگه از برنامه‌های تورنتو رو به سمع و نظر همه بینندگان برسونیم و فعلا فعالیت هنری چندانی نداشتم و امیدوارم که حالا به قول خوب میدونید همه این فعالیت‌ها فعلا باطل شده و کنسل شده به خاطر این بیماری و باید منتظر بود. فعلا تو کار آماده سازی یک تو برنامه آهنگ هستم تا انشالله بعد از این فعالیت هایی که به سال دوباره آماده شد بتونیم به بازار رو کنیم. خیلی هم عالی. فرمودین آماده سازی آهنگ، شما سابقه موسیقی و خوانندگی هم دارید. خیلی. و یه ذره برای ما توضیح بدید که این همه فاصله بین موزیکا که افتاده چی قرار است توش در بیاد؟ خب به هر حال یه مقدارم موزیک فرق کرده، اوضاع موزیک فرق کرده، آهنگا فرق کرده و بیشتر الان آهنگا و ترانه‌هایی که میاد از بچه‌های خوب ایرانه. می‌دونید که کار بچه‌های ایران خیلی واقعا خوبه و همه‌شون اکثرا چه در کار آهنگسازی، در کار ترانه، چه در کار تنظیم همه بسیار حرفه‌ای دارن عمل می‌کنن. منم با یک دو تا بچه‌های بسیار خوبی که در ایران هستن، الله اجازه بده اسمشون نگم تا کار آماده بشه، داریم همکاری می‌کنیم که اگه خدا بخواد یه دو سه تا آهنگ امروزی و به قول معروف با این حال و هوایی که این روزا هستش رو به بازار بتونیم بدیم. کی باید منتظرشون باشیم؟ به زودی ان شاءالله. حالا زمانش رو نمیشه گفت ولی خب خیلی زود. خیلی عالی. من تا موقعی که تورنتو هستیم ان شاءالله بشه. ان شاءالله. خب پس چه بهتر. اینجوری من میخوام قول بگیرم از آقا مهران که ما انحصارا اول 100% 100% 100% ان شاءالله که همینطور خواهد. یه چیز جالب که شما گفتید از هنر دور شدید، ولی اگه ورزش رو انتخاب کردید، خود ورزش هم یه هنره. با ورزش چیکار می‌کنید این روزا؟ ورزش و هنر که همیشه من همیشه با ورزش و هنر بودم. من تو فعالیت‌های برنامه‌های تلویزیونی هم بیشتر با ورزش بودم، حالا هنر جای خودش، ولی خب همیشه دوربر ورزش بودیم، فوتبال، والیبال، با بچه‌ها خبرهای ورزشی، گزارش‌های ورزشی همیشه بوده. ولی الان هم همین فعالیتامون به چند تا از دوستان به اصطلاح خلاصه میشه که با هم بیریم تمرین و ورزش و این کارا زیاد نمیشه جایی رفت چون همه چیز به قول معروف فعلا تعطیل یا کنسل شده یا فعلا در حال به قول معروف اونجوری نیستش که بشه فعالیت همگانی و زیاد داشت، ولی با چند تا از دوستان میریم تمرین و ورزش و خلاصه بدنسازی و این چیزا دیگه. پس قابل توجه بینندگان عزیز خوب پاتو مهران جان ورزشکارم هستن. خیلی هم عالی. خب پس از این به بعد یه تیم میشیم، همه با هم دیگه یه روزی رو مشخص میکنیم و یه ساعتی رو با هم میریم به ورزش. ان شاءالله. من دیدم شما برنامه‌های خارج از استودیو هم دارید. خیلی خوبه برنامه‌های خارج از استودیو، دیدم خیلی جالبه.
و انشالله بشه فرصتی بشه که در فضای بازم بریم و فعالیت ورزشی یا هر چی هست باز برای بینندگان می‌خوام که جالب باشه و مناسب باشه. حتما. یعنی در اصل پشت صحنه‌مون فیلم می‌گیریم برای شما عزیزان می‌فرستیم، یعنی براتون پخش می‌کنیم. منتظر همه چی باشید. کلی سورپرایز داریم برای شما بینندگان عزیز. من دلم می‌خواد که بریم یه آنتراک کوچیک بگیریم یا استراحت بکنیم برمیگردیم. اینم بگم آنتراکی که می‌خوایم بریم و برگردیم یکی از موزیک ویدیوهای قشنگ مهران جان رو پخش می‌کنه. بله بله. ممنون باشی. شکوه آغاز نکن، سفره این دلمو پیش کس باز نکن، پیش کس باز نکن. ناز نکن، ناز نکن، شکوه آغاز نکن، سفره این دلمو پیش کس باز نکن. ناز یه اندازه داره، بگو ازش دوباره، تو کبیر این دلم بذار بارون بباره، بذار بارون بباره. نازی اندازه داره، بگو ازش دوباره، تو کبیر این دلم بذار بارون بباره، بذار بارون بباره. اخ نکن رو بیشونید، حیفه که چین بیفته، از قول من نکنه کسی بهت یه حرفی گفته. اخ نکن رو بیشونید، حیفه که چین بیفته، از قول من نکنه کسی بهت یه حرفی گفته. ناز نکن، ناز نکن، شکوه آغاز نکن، سفره این دلمو پیش کس باز نکن، پیش کس باز نکن. ناز نکن، ناز نکن، شکوه آغاز نکن، سفره این دلمو پیش کس باز نکن. کم کن از بگو بگو، عشقو ببین توی چشام، یه قصه ای ازش بگو. عشقو ببین توی چشام، یه قصه ای ازش بگو. ناز نکن، ناز نکن، شکوه آغاز نکن، سفره این دلمو پیش کس باز نکن، پیش کس باز نکن. ناز نکن، ناز نکن، شکوه آغاز نکن، سفره این دلمو پیش کس باز نکن. باور نکن حرف کسی، خنده بذار روی لبات بشینه، اینطور منو نگاه نکن، حرفی بزن حرف زدنت شیرینه. باور نکن حرف کسی، خنده بذار روی لبات بشینه، اینطور منو نگاه نکن، حرفی بزن حرف زدنت شیرینه. ناز یه اندازه داره، بگو ازش دوباره، تو کبیر این دلم بذار بارون بباره، بذار بارون بباره. ناز یه اندازه داره، بگو ازش دوباره، تو کبیر این دلم بذار بارون بباره، بذار بارون بباره. ناز نکن، ناز نکن، شکوه آغاز نکن، سفره این دلمو پیش کس باز نکن، پیش کس باز نکن. ناز نکن، ناز نکن، شکوه آغاز نکن. خب بینندگان خوب برنامه پاتوق در شبکه ITN، میخوایم ببینیم الان مهران جان از این به بعد که همکاری قراره با هم دیگه بکنیم، در چه رابطه هایی ما قراره همکاری داشته باشیم و چه کارهایی قراره برای بینندگانمون انجام بدیم.
در کنار هم دیگه. من خوشحالم که بگم این همکاری رو آغاز میکنیم با شبکه جهانی ITN و خوشحالم که در شهر خود من تورنتو فعالیت‌های بسیار خوب این تلویزیون که با کارگردانی و مدیریت خوب شهریار خادمی عزیز هستش، همه بیزنسمن‌های خوب تورنتو و همه بیزنسمن‌هایی که واقعا توی مدتی که در این زمان کرونا بوده، مدتی تعطیلی داشتن، مدتی بوده که حالا فعالیتی نداشتن، این بسیار فرصت خوبیه که بیایید و برای شروع مجدد و شروع دوبارتون با اسپشیال‌های بسیار خوب و با برنامه‌های بسیار خوبی که آماده شده برای شما بتونید کالاتون رو یا بیزنستون رو یا فعالیتتون رو به دنیا نشون بدید از طریق شبکه جهانی ITN. و من فکر می‌کنم که این فعالیت که داریم الان می‌کنیم با هم دیگه، این آغاز یک به اصطلاح برنامه خوبی هست برای همه، نه تنها اهالی تورنتو، برای بیزنسمن‌ها و برای صاحبان بیزنس در تورنتو، و این میتونه فعالیت بسیار خوبی باشه که در واقع اون چیزی که دارن، حالا بیزنسشون، کارشون، فعالیتشون، هر چی هست رو به بهترین شکل ممکن با تصاویر بسیار عالی، با برنامه‌های بسیار عالی بتونن به سمع نظر همه دنیا برسونن و با توجه به اینکه واقعا قیمت‌های مناسب و قیمت‌هایی که فراخور حال شما و بیزنس شما باشه بتونید از پسمون بر بیایید، یک برنامه بسیار خوب رو به همه دنیا نشون بدیم با معرفی در واقع اون کالا و بیزنس شما. و من خوشحالم که تا زمانی که باشم اینجا، حالا راه بسته است، مرز بسته، ولی ما باز بشه مرز برگردم امریکا هم باز این فعالیت رو خواهیم داشت و خوشحالم که این برنامه ها دیگه در ITN جا میفته و برنامه مخصوص تورنتو در ITN نشانگر اون هستش که ما با تورنتو یک ارتباط پیوسته و به قول معروف ناگسستنی خواهیم داشت که همیشه ادامه خواهد داشت و این همکاری به این منجر میشه که بیزنس ها و کالاهای موفق تورنتو، افراد موفق تورنتو، حالا فقط بیزنس هم نباشه، افراد موفق، افرادی که در کار خودشون موفق هستن رو هم در برنامه که شما تعیین میکنید و تعیین میکنید بتونیم به همه نشون بدیم. 100% همینطوریه. پس بینندگان عزیز خوب پاتوق در شبکه ITN، بیزینس های خودتون رو از طریق برنامه ما بیشتر به دنیا نشون بدید. خیلی ممنون مهران جان که تشریف آوردید، خیلی خوشحالمون کردید. از این به بعد فعالیت های بیشتری با هم دیگه خواهیم داشت. مرسی که به برنامه خودت اومدید. تشکر. مرسی، از شما هم تشکر میکنم. خواستم بگید اشاره کنید که حتما با تلفن هایی که هست در زیر برنامه و یا تلفن های تماس برنامه تورنتو و پاتوق ارتباط خودشون رو داشته باشن و با مدیریت اینجا تماس داشته باشید که بهترین در واقع فرصت رو به شما بدن که این چیزی که دارید رو به دنیا نشون بدید، چون که شبکه جهانی ITN یک شبکه جهانی است که سالهای سال، بیش از 30 ساله که الان همه مردم دنیا، همه ایرانیای دنیا، نه فقط ایرانیا، همه فارسی زبون ها میبینن این برنامه رو و ارتباط دارن باش. پس همه کامیونیتی های دیگه هم که فارسی زبون هستن، مثل افغان ها، مثل تاجیک ها، مثل کسانی که در واقع فارسی صحبت میکنن، میخوان کالاشون رو مشخصا به همه ایرانی ها یا همه فارسی زبون ها نشون بدن، با این برنامه تماس بگیرن که این فرصت استثنایی رو بتونید استفاده کنید. از شما بیدا جان تشکر میکنم. بیدا جان مرسی که دعوت کردید منو. از شهریار عزیزم تشکر میکنم که این فرصت رو در خدمت شما هستم. برنامه با مهمان عزیز و دوست داشتنی که وقتی میبینیمش احساس خوبی میکنیم. تمام شهر تورنتو هر وقت میبیننش حس خوبی پیدا میکنن. اگه گفتی مهمانمون کیه، کلی ازش انرژی خوب میگیریم، حالمونو خوب میکنه، برامون خاطره میسازه. مهمون ما کیه؟ دی جی اسی معروف تورنتو.
مرسی، بیا بیا بوده بیا. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید بفرمایید. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خوب پاتوق. خیلی خوشحالیم که امروز اومدی پیش ما. خیلی خوشحالیم که باید با هم همکاری بکنیم. بایده ها، باید نکتش بود. تو راه فراری هم نداری، همیشه ما به هم وصلیم. خب من و اسی دوستای قدیمی هستیم، کلی با هم صمیمی هستیم، کلی با هم خاطرهای خوب داشتیم. الانم من خوشحالم که این ادامه این خاطرات و این اتفاقای خوب داره توی پاتوق ادامه پیدا میکنه و قراره کلی با هم خاطره سازی بکنیم، هم برای خودمون هم برای شما، خصوصا برای بینندگان عزیز خوب برنامه پاتوق. در اصل میخوام بگم که حالا یه چیز خیلی مهم بگم اومد تو ذهنم، اینکه من وقتی که دی جی اسی عزیزمون رو دیدم اصلا احساس خوب کردم. وقتی که هر جا وارد میشه حس خوب میده، انقدر نازنین هستش. اسی جان، اسی جان از برنامه هاست، بگو برای بینندگان ما. من عرض سلام ادب دارم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه، بیننده های عزیز برنامه‌تون. خیلی عذرخواهی میکنم، عرضم به خدمتتون که من دی جی اسی هستم. الان یه چیزی حدود 2 ساله که توی تورنتو هستم و فعالیت موزیک انجام میدم و خدا رو شکر تمام کسایی که منو فالو میکنن و باهم آشنا هستن، یه جوریه که ما رابطه‌ای که داریم هم من ازشون راضیم و اونا از کار من راضیان. یه درس همه میدونن که چقدر اسی جان نازنین هستن، چقدر کارش درسته، چقدر انرژی داره، بعد کلی برنامه‌های جالب می‌کنه، ابتکار عمل فوق‌العاده‌ای داره. ابتکار عملش حسابی صدا کرده توی تورنتو، هم از نظر اجراهاش، هم از برنامه‌هایی که تا حالا انجام داده. یه ذره از برنامه‌هایی که تا حالا انجام دادی بگو برای ما. خب من برنامه‌های مختلف زیاد داشتم اینجا، من برای کامیونیتی ایرانی‌ها و همچنین برای کانادایی‌ها و ملیت‌های مختلفی که تو کانادا هستن برنامه‌های مختلف داشتم. من چون خودم هم موزیسین هستم و ویالون پلی میکنم، خوشبختانه باعث شده که کمی دامنه مشتریایی که دارم و دامنه کسایی که به پیشنهاد برنامه میدن به صورت اینترنشنال و بین المللیه و خب مخصوصا تو کامیتی ایرانی ها که بیشتر مورد استقبال قرار گرفته و خیلی از این بود. یه چیزی دیگه من هی داره واسم میاد اینا تو ذهنم، یه کار دیگه، کار جالبی که اسی میکنه اینه که یه تیر و چند نشونه. شما وقتی اسی رو دعوت میکنید به برنامه‌تون، هم براتون ویولون میزنه، هم تمپو میزنه، هم اجرا میکنه، هم همه کار میکنه. یعنی واقعا انقدر متنوع برنامه رو اجرا میکنه براتون که اصلا از همه نظر شما حالتون خوب میشه و کلی ازش انرژی میگیرید. یه ذره برای ما بگو ببینم تو الان چند سال کانادایی؟ من که میدونم، برای بیننده هامون بگو چند سال کانادایی. و من عرض کردم تقریبا حدود 2 ساله که اینجا هستم. خیلی هم فعال بودی تو این 2 سال، واقعا لطف مردم بوده که شامل حال من شده، وگرنه من خب دیگه میگم به خاطر اینکه مردم بیشتر حمایت کردن و نسبت من لطف داشتن و کسایی بودن که واقعا خیلی برادرانه خواهرانه واقعا بهم کمک کردن. اگه اشکال نداره من اسمی از اینا هم ببرم، واقعا چون من تو هر برنامه‌ای و هر تلویزیونی بوده من از اینا تشکر کردم و اسم بردم. آره حتما، چرا که نه. اول از همه که من استارتمو با خانم ملودی زدم که ایشون صاحب رستوران بودن و واقعا همیشه به من لطف داشتن و قطعا شما میشناسینش. بعد از ایشون خانم مهتا که واقعا ایشون هم خیلی به من لطف داشتن و همسر بزرگوارشون آیسم. بعد اینا دیگه باز آدم های مختلفی بودن که به صورت متفاوت اومدن و بیزینس های مختلف و برنامه های مختلف به این پیشنهاد دادن و من جمله آقا شهریار عزیز که تو برنامه های مختلفی لطف داشتن و من رو قابل دونستن و همچنین شما دوستان عزیز. یه چیزی به بینندگان عزیزمون بگم، وقتی که جایی که اسی جان هستش شما مطمئن باشید که حس نمی کنیم. یعنی در اصل ماهی که تو تورنتو هستیم اصلا حس نمی کنیم تو غربت هستیم. همینجور که شما ها میرید عروسی مراسم‌های شاد کننده توی ایران دارید، ما هم اینجا با وجود اسی جان قشنگ شادی رو داریم. یعنی احساس غربتش رو اصلا نمی کنیم. حالا به هر حال مرسی از شما که تشریف آوردید تو برنامه ما، برنامه ما رو شاد کردید و بینندگان عزیز ما هم با دیدن موزیک ویدیوهای موزیکایی که شما ضبط میکنید پخش میکنید حتما متوجه کارهای شما میشن. ما خیلی خوشحالیم که از این به بعد اسی بیشتر با ما همکاری خواهد کرد. ما همونطوری که دیدین با بقیه بچه‌های برنامه هم توی این برنامه اول سعی کردیم مصاحبه بکنیم، از کارشون بدونیم، برای همین اسی رو هم دعوت کردیم. اسی از این به بعد بیشتر با ما همکاری خواهد کرد.
با همکارای مشترک بیشتر تولید میکنیم، بیشتر خونه هاتون رو شاد میکنیم، برنامه های شاد براتون میسازیم و امیدواریم که شما هم لذت ببرید. خیلی ممنون که خواهش میکنم. منم اگه اجازه بدین یک کوچولو چند نکته رو عرض کنم که اول از همه تشکر میکنم از برنامه خوبتون، از اینکه واقعا منو قابل دونستین تو این برنامه آوردین. من همینطور که میدونین تو این ایام کرونا برنامه دو تا لیگ مسابقه گذاشتم، یکی لیگ رفت که شما هم تو فینالش بودین، یکی لیگ لیپسین که خیلی استقبال شد، واقعا مردم دمشون گرم و من خیلی افتخار کردم به این ایده‌ای که از ذهن خودم به وجود اومد و خیلی استقبال شد. شرکت کننده های مختلفی بودن و جوایزی هم در نظر گرفتیم براشون، اسپانسرهای مختلفی گرفتیم و اسپانسرها هم لطف داشتن، واقعا نام خیلی ممنونم. و از برنامه هم به صورت دست پا شکسته، حالا یه جوری 50-50 از یه بر تلویزیونی که حالا اسمی برام پخش شد، ولی خب من امیدوارم که شما برنامه رو اگه دوست داشتین پخش کنین و براتون بیشتر راجع به برنامه در آینده توضیح بدم. و به غیر از اینم حالا کارهای جدیدی انشالله دارم که مطمئنن حتما شما شاهدش خواهید. از این به بعد حسابی با هم کار میکنیم. خب ما داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. من جا داره که از آی رادیوس حامی همیشگی برنامه مون تشکر بکنم. من همینجا تشکر میکنم از پی اچ دی فرنیچر بابت مبلای زیبا که اسپانسر برنامه خوبه پاتوخ شدن، و با تشکر از دی جی اسی که میریم یکی از موزیکای قشنگ دی جی اسی رو در انتهای برنامه داشته باشیم. مرسی که با ما همراه بودید در شبکه آی تی ان برنامه پاتوخ. آره خیلی چرا که نه، حتما حتما بچه ها پشت صحنه بیان، قرار روحیه‌مون عوض شه.